گام بزرگ ایران در تقویت دفاع موشکی. موشک هوشمند زمین به زمین دزفول در کارخانه زیرزمینی تولید موشک‌های بالستیک نیروی هوافضای سپاه رونمایی شد. این نخستین بار است که کارخانه زیرزمینی تولید موشک‌های بالستیک نقطه زن سپاه رسانه‌ای می‌شود. فرمانده کل سپاه گفته رونمایی این شهر تولید موشک پاسخی به غربی‌هاست که تصور می‌کنند با تحریم و تهدید می‌توانند ملت ایران را محدود کنند. تا کور شود هر آن که نتواند دید، این حق ماست. میگویند حق گرفتنی است و ما با عزمی راسخ، با اراده‌ای پولادین، با جوانانی پایکار، با دانشمندانی جوان، حتی جوانتر از انقلابمان که 40 سال شده است، این حق را گرفتیم. در این 40 سالگی انقلاب دیگه توان کامل دفاعی خودمون رو اعلام بکنیم. ما به قله فناوری موشکی، به قله فناوری نقطه‌زنی، به اوج تکنولوژی ساخت موشک‌های زمین به زمین بالستیک رسیدیم و حالا از این قله افتخار که صدها متر زیر زمین است رونمایی کردیم. یک امکان گرانبهای، امکان بسیار حیاتیه. طبیعی که جایی نگهداری میکنیم که به راحتی دست دشمن نرسه، جایی که دست بشر به آن نرسیده و نخواهد رسید، جایی هم در این مکان هم که دست هیچ بنی بشری بهش نمیرسه، جایی در ناکجا آباد. بگذار حالا فکر بدفکران به ایران اسلامی ثانیه به ثانیه درگیر شود که اینجا کجاست؟ کجای سرزمین من و تو که اقتدار و امنیت و ابهت تولید میکند؟ میدونن که توان جمهوری اسلامی به حدی رسیده، به حدی که بازدارندگیش قطعی است و برای همین اونها در رابطه با تهدیدهای نظامی یا اقدامات نظامی علیه جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی ندارند. ما انواع موشک‌های بالستیک نقطه زن را با قدرت میسازیم و به هیچ کس جز خدا و وجدان خیش پاسخگو نیستیم. تمام منافع استکبار جهانی و دشمنان ایران اسلامی در منطقه در تیررس موشک‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، درسته؟ بله. خب دشمن دشمنه، خود دشمن هم در تیررس موشک‌های سپاه هست یا نه؟ اونقدر اونا منافع دارن اینجا، حتی حضور نظامی دارن و نمیتونن این حضور رو نداشته باشن تو شعاع 2000 کیلومتری اطراف ایران. چون خودشون هم حضور دارن، به خصوص بخشای امنیتیشون، حتی سیاسیشون و یا بخشای دیگه از اینها حضور دارن، این آسیب پذیری کفایت میکنه. این تفاصل هست که میاد روی اینها. موشک ها برای امنیت ماست، برای استقلال ماست، برای آزادی ماست، برای هر ایرانی عاشق جمهوری اسلامی ایران است. و ما فقط برای دفاع هم از ملت خودمون و هم از ملت‌های محروم و تحت ستم و مستضعفی که تو منطقه تقاضای کمک از جمهوری اسلامی بکنن، حتما به اونها کمک می‌کنیم بدون هیچ محدودیتی. و تا کسی ما را کار نداشته باشد، موشک‌ها به کار ناید. اما امان از آن روزی که به کار آید. این قسمت باهاش میره و تا لحظه آخر هدایت میکنه که دقیقاً بیاد رو نقطه. اینجا یکی از محرمانه ترین کارخانجات ساخت موشک های بالستیک نقطه زن زمین به زمین ایران اسلامی است و دشمن بداند کنار هر سیروی زیرزمینی پرتاب موشک ما، کارخانه ای مجهز نیز با حضور دانشمندان ایران اسلامی به تولید موشک مشغول است. این ظرف 5 دقیقه 6 دقیقه آماده میشه برای زدن. اینم که دیگه موشک دستور قدرت انهدامش با موشک زلفقار به لحاظ حجم تغییر نکرده، وزنش یکیه، ولی قدرت در واقع اثرگذاریش و تخریبش دو برابر. دزفول هم امروز رونمایی شد. بالستیک نقطه زن زمین به زمینی که از این پس به جمع برادران بالستیک خود پیوست و در کارخانجات زیرزمینی موشک تولید انبوه شد. موشک دزفول در واقع به لحاظ ابعاد و اندازه خیلی نزدیک به هندسه موشک ذوالفقار. خب موشک ذوالفقار 700 کیلومتر برد داره، این حدود 1000 کیلومتر. روزی صدام با صدها بمب و موشک و توپ و گلوله خارجی تن مردم مظلوم دزفول را لرزاند، اما دنیا نمی‌دانست در 40 سالگی انقلاب اسلامی این دزفول است
که تن استکبار جهانی را می‌لرزاند. شاید ایران هراسی هم واژه بدی نباشد. آنها که این واژه را ساختند خوب می‌دانند دشمن ایران باید از ایران هراس داشته باشد و شبانه روز تنش بلرزد. این رونمایی به مناسبت 40مین سالگرد پیروزی انقلاب دهه فجر انقلاب اسلامی است که با توجه به آرزوهایی که دشمنان می‌کردند که این ایام اتفاقات دیگری بیفته، می‌خواستیم براشون ثابت بکنیم که در مسیر دفاعی و توان دفاعی هیچ تغییری ایجاد نشده و خوب می‌دانند دوست ایران اسلامی یعنی هر چه مظلوم است همیشه زیر چتر حمایت ایران عزیز است. بله، ما موشک داریم، موشک دقیق داریم. موشک ما هدف را با فاصله چند متری از فاصله چند هزار کیلومتری قادر است بزند. این رو با قدرت به دست آوردیم، با قدرت حفظ میکنیم، با قدرت افزایش خواهیم داد انشاءالله. تکلیف صهیونیست ها با رژیم اشغالگرشان که معلوم است، محلی از اعراب ندارند. هشدار ما به امریکا و غرب است، هشدار ما پاچه‌خواران و جیره‌خواران جهان است. آمدیم ثابت کنیم صنعت موشکی ما ایرانی ها به هیچ کس ربطی ندارد. اینجا یکی از مجموعه های عظیم زیرزمینی ساخت موشک های بالستیک جمهوری اسلامی ایران، تا کور شود هر آن که نتواند.